آیت الله محمد تقی آملی، ولادت 1304 هجری قمری، محل ولادت تهران، وفات 1391 هجری قمری، محل دفن مشهد، محل تحصیل قم، نجف اشرف. اساتید حضرات آقایان ضیاءالدین عراقی، سید ابوالحسن اصفهانی، میرزا محمد حسین نائینی، استاد عرفان آقا سید علی قاضی طباطبایی، شاگردان حسن حسنزاده آملی، عبدالله جوادی آملی. تألیفات: شرحی بر کلمه شریفه لا اله الا الله، حاشیه بر شرح شمسیه، حاشیه بر اسفار. این عالم عامل به تعلیم و تعلم علاقه بسیار داشت. در همان جوانی پدرش رحلت کرد و با اینکه خود دارای چند فرزند بود، برادرانش و خواهرانش نیز تحت تکفل وی قرار گرفتند. با این حال با جدیت به تحصیل پرداخت. برای رسیدن به مجلس درس راه‌های طولانی را طی می‌کرد. او بعدها در تدریس نیز شهرت بسزایی پیدا کرد. ایشان در دفتر خاطرات خیش فقایی مرحوم فرموده که نشان از مقام والای معنویشان دارد: یک بار روز عاشورا در صحن مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها روزه‌ای برقرار بود. او پس از گریستن بسیار به قبرستان شیخان رفت و به زیارت اهل قبور مشغول شد. در این هنگام دید که تمام ارواح روی قبرهایشان نشستند و به او سلام می‌کنند. او می‌فرمود: شنیدم زمزمه ای داشتند، مثل این که درباره امام حسین علیه السلام و عاشورا بود. یاد و ذکر محبوب زبان او را از سخن گفتن با دیگران باز می‌داشت. استاد سید محمد حسن قاضی می‌نویسد: به خاطر دقت زیادی که در کم صحبت کردن داشت، تصور می‌شد ایشان لکنت زبان دارد و قادر نیست مطالب خود را دقیق بیان نماید. ماجرای تشرف آن بزرگوار به محضر حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف شنیدنی است. روزی نزد آیت الله قاضی آمد و اظهار داشت که اجازه مخصوص از حضرت ولی عصر علیه السلام برای استخاره می‌خواهد. آقای قاضی از کار و برنامه‌هایی به او تعلیم داد که ایشان برای انجام آنها به مسجد سهله می‌رفت. شبی احساس کرد کسی دستش را روی شانه‌های او گذاشت و گفت: برای تشرف آماده باش. آیت الله آملی می‌گوید که با شنیدن این جمله ترس و لرز تمام وجودم را گرفت. شروع به التماس کردم که مرا از این کار معاف کنید. آن شخص هم قبول کرده و رفت. فردا فوراً خدمت مرحوم قاضی رسیدم. ایشان پیش از آنکه چیزی بپرسند فرمود: اگر آمادگی تشرف را نداری، چرا این همه برای آن اصرار می‌کنی؟